به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین از فرادرس من محمد کارگر هستم فارغ و تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و با آموزش زمپ نرم افزار شبیه وب در خدمت شما هستم خب ما در ابتدای آموزشمون میخوایم به این بپردازیم که کلا زمپ چی هست چه کاربردی داره و برای چی نیازه که ما یاد بگیریم از اون استفاده بکنیم شما برای اینکه یک وبسایت رو راه اندازی کنید به چند تا چیز نیاز دارید یکی دامین هست و به این صورته که مثلا سایت فرادرس فرادرس.org و این آدرسش هست این دامین و .org و آدرس رو شما باید ثبت بکنید به اینترنت و این دامین رو خریداری کنید خب از شرکت هایی که هسته شما میتونید این رو با پرداخت هزینه خریداری کنید و وقتی که آدرس سایت شما رو وارد میکنن سایت شما بالا میاد خب این اولین چیزی که شما نیاز دارید دومی در واقع هاست هست یا همون سرورتون شما مثل سایت فرادرس یک سری ویدیو دارید یک سری فایل دارید که دانلود میکنید یک سری تصویر دارید و به طور کلی فایل ها و چیزهایی که آپلود شده روی سایت و میتونید شما اونها رو حالا یا دانلود کنید یا مشاهده کنید حتی خود متنی که هستش بالاخره هر چقدر کم هم که باشه یه فضایی رو برای ذخیره شدن نیاز داره این فایل ها بر روی سرور شما یا هاستتون ذخیره شده که شما میتونید اونها رو مشاهده کنید یا اگر که دسترسی داده بود سایت به شما میتونید اونها رو دانلود کنید این هاست هم مثل دامین شما میتونید خریداری کنید و بر اساس هزینه که پرداخت میکنید حالا از شرکت هایی که هاست ارائه میدن هر چقدر که نیاز داشتین و کاربری سایتتون به میزانی که بود حالا زیاد یا کم بالاخره هزینهش هم کم و زیاد میشه شما میتونید مبلغی رو پرداخت کنید و یه هاستی خریداری کنید که در واقع فضای ذخیره سازی سایت شما هست اگر چیزی نمایش داده میشه و یا برای دانلود هستش همه اینها روی پاست شما ذخیره شده اصولا طراحان وبسایت و کسانی که تو این کار هستند قبل از اینکه سایتشون کامل بشه برنامه نویسیش و راه اندازیش بکنن بر روی اینترنت ابتدا معمولا به این صورت هستش که تست میکنن چند بار دموی سایت رو بالا میارند و بعد از اینکه مطمئن شدن همه چی اوکی هست خب سایت رو راه اندازی میکنن و روی دامین اصلی و هاستشون آپلود میکنن حالا قالب هست فایل هایی که داخلش هست هر چیزی که هستش رو آپلود میکنن و نهایی سازیش انجام میشه و سایت بالا میاد ولی خب به جای اینکه روی هاست اصلی و نهایی خودشون این کار رو انجام بدن معمولا یه سرور محلی به صورت لوکال روی سیستمی که کار میکنن یا سیستم های شرکتی که هستش هر جایی که دلشون بخواد برنامه نویسی و تست سایت رو انجام میدن و تمام فایل ها و چیزهایی که هستش رو اونجا آپلود میکنن و بعد از تست سشمیان میان سراغ راه اصلی خب نرم افزار زمپ یک سرور و یا هاست لوکال و محلی به شما ارائه میده میتونید روی سیستم و هارد خودتون فضایی رو قرار بدید و سرور و سایتتون رو بر روی هاست و فضای ذخیره سازی محلی بالا بیارید و اون رو تست بکنید و بعد از اینکه تکمیل شد تمام کارهای سایت میتونید بعد از اون برید سراغ نهایی سازی و راه اندازی اصلی سایت نرم افزارهای مشابه دیگه ای هم ما داریم مثل ومپ سرور هست که این کار رو برای شما انجام میدن و یه سرور محلی برای شما ایجاد میکنن نرم افزاری که خیلی پرکاربرد هست و بیشتر استفاده میشه زم هست که میتونید از اونها استفاده بکنید خب میریم سراغ دانلود و نصب زم سایتی که از طریق اون میتونید زمپ رو دانلود کنید اپچی پرنت هست نرم افزار زمپ به طور کلی رایگان هست و نیازی به پرداخت هزینه و خرید اون نیست خب روی سایتش شما دوتا قسمت دارید که میتونید از طریق اون دانلود کنید زمپ رو یکی این دشمه دانلود در بالای صفحه است و یکی دانلود در این قسمت که خب تفاوتی نمیکنه میتونید از این دشمه اقدام کنید یا از این قسمت پایینتر زمپ رو ما میخوایم برای ویندوز نصب بکنیم اگر که وارد این صفحه بشین، زمپ رو برای ورژن های دیگه PHP هم قرار داده و میتونید اونها رو دانلود بکنید که خب ما آخرین ورژن نرم افزار رو که مربوط به بالاترین نسخه PHP هم هست دانلود کردیم و میخوایم از اون استفاده بکنیم. خب بعد از اینکه دانلود نرم افزار به اتمام رسید وارد فولدر و جایی که دانلود انجام شده میشیم فایل به صورت اگزه هست و کافی که روی اون کلیک کنیم تا نصب نرم افزار شروع بشه خب اولین پنجره که برای ما به نمایش در میاد پیغامیه که از شما در واقع سوال پرسیده آنتی ویروس روی سیستمتون نصب است و در حال کار کردن هست احتمال داره به خاطر همین نصب نرم افزار به کندی انجام بشه و احتمال داره مشکلی پیش بیاد حالا اگر که میخواید سریعتر انجام بشه نصب نرم افزار و اینکه مشکلی نداشته باشه میتونید آنتی ویروس خودتون رو غیرفعال فعال کنید و روی گزینه یس بزنید تا دیگه به انتخاب خودتون اگر میخواید آنتی ویروس رو غیر فعال کنید یا بذارید فعال باشه ما در اینجا آنتی ویروسمون رو غیر فعال کردیم تا سریعتر انجام بشه کار روی دکمه یس <applause> میزنیم احتمال داره که با این پنجره وارنینگ و هشدار مواجه بشین این پیام در واقع به شما میگه که UAC سیستمتون روی پایین ترین و کمترین دسترسی هست و شما در انگام استفاده از نرم افزار زمپ نیاز دارید بعضی اوقات فایل هایی رو تغییر بدید و ویرایش رو انجام بدید و برای این کار شما نیاز به دسترسی رایت یا ادیت فایل ها رو دارید و الان این دسترسی وجود نداره میگه یا UAC رو دیاکتیف کن یا دسترسی ویرایش و تغییر فایل ها رو به زمف بده که ما میخوایم UAC رو روی بالاترین دسترسی قرار بدیم تا این مشکل رفت بشه. خب برای اینکه خطای UAC رو برطرف کنید و از این نظر مشکلی نداشته باشید باید با یوزر و حساب کاربری ادمین سیستم خودتون لاگین بکنید بعد از اون توی پنجره ویندوز خودتون سرچ میکنید که UAC اولین گزینه‌ای که به شما نشون میده چنج یوزر اکانت کنترل هست روی اون کلیک میکنید در پنجره که باز میشه یه قسمت دارید به صورت دکمه هست که حالتهای مختلفی داره و در حال حاضر روی دکمه دوم از بالا قرار داره یعنی هنوز موقع نصب نرم افزار از شما سوال میپرسه که این نرم افزار مطمئن هست و در واقع چک میکنه که نصب نرم افزارتون از منابع قابل اطمینان باشه و دچار مشکل و ویروس نشین برای اینکه این, این سوال رو نپرسه و روی حالت کمترین چک کردم و کمترین امنیت باشه در واقع باید بیارید روی این دکمه پایین بذارید و بعد از اون اوکی بکنید تا خطا و وارنینگ زمپ برطرف بشه خب بعد از اینکه یو خودتون رو تنظیم کردید و آوردینش به پایین ترین حالت اوکی رو میزنید تا ادامه مراحل نصب رو انجام بده در پنجره بعدی گزینه نکس رو میزنید بعد از اون اگر بخواید میتونید قسمتی از مواردی که نصب میکنه رو حذف بکنید و نداشته باشید خب ما میخوایم تمام قابلیت ها و قسمت هایی که ممکن هست رو برای ما نصب بکنه به خاطر همین دست نمیزنیم و میذاریم تیک همه گزینه ها روشن باشه کاری به اونا نداریم و نیکس رو میزنیم در قسمت بعدی فولدری که قرار هست نصب بکنه زمپ رو انتخاب میکنیم که ما میذاریم به صورت دیفالت همون روی فولدر و درایو سی باشه نکس رو میزنیم به ما پیغام داد که این فولدر از قبل هستش و خالی نیست خب احتمالا قبلا زمپ نصب شده روی این سیستم به خاطر همین میریم و این فولدر رو اگر که قبلا نصب شده زمپ و فایلی داره پاک میکنیم خالی میکنیم تا نصبمون به درستی انجام بشه خب بعد از اینکه فولدر رو خالی کردیم میایم روی گزینه نکس دوباره کلیک میکنیم به ما پیغام خطایی نداد و خالی هست و مشکلی نداره در این قسمت میتونیم زبان مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم که دو تا زبان بیشتر نداره حالا آلمانی و انگلیسی هست ما میذاریم روی همون انگلیسی باشه و نکس رو میزنیم دوباره دکمه نکس رو میزنیم تا ادامه بده و شروع میکنه به نصب پکیج و قسمت هایی که مورد نیاز هست سب میکنیم تا این کار به صورت کامل انجام بشه خب نصب ما تکمیل شد و میتونیم وارد نرم افزار بشیم و تنظیم کنیم اون رو در واقع خودش هم پیام داده که میخوای وارد کنترل پنل نرم افزار بشی که میذاریم تیکش باشه فینیش رو میزنیم و سب میکنیم تا بیاد بالا بله در حال حاضر همه چی اوکی هست و برای ما قسمت کنترل پنل باز شد خب ما برنامه زمپ رو نصب کردیم و باز کردیمش برای اولین بار مشاهده میکنید سرورها و یا سرویس هایی که در اختیار ما میگذاره شامل پچی، ما اسکیوهل، پایزیلا، مرکوری، تامکت هستش به طور مثال استارت رو میزنیم تا سرویس پچی وصل بشه و خب برای دسترسی به داشبورد زمپ مرورگر خودتون رو باز میکنید دوتا اسلش میزنید تایپ میکنید لوکال هاست و کلیک میکنید مشاهده میکنید که زمپ برای شما باز شد داشت بردش میتونید طلا قسمت مختلفی که هستش وصل بشین روی پنجره نرم افزار مشاهده میکنید پورتی که هستش هشتاده و سرور پچی ما به درستی ران شده و فعال هست اکتیف هست سبز رنگ هست رنگش مواردی پیش میاد که این پورت اشغال هست و نیاز هست که این پورت رو ما تغییر بدیم که یک مورد رو مثال میزنم تا نشون بدم به چه صورتی پورت تنظیم میشه و میتونیم اون رو تغییر بدیم خب ما برای اینکه به شما نشون بدیم به چه صورتی میشه پورت اشغال شده توسط برنامه زمپ رو تغییر داد و یا تنظیمش کرد برنامه مشابه زمپ رو یعنی در واقع نرم افزار ومپ رو راه اندازی کردیم در حال حاضر پورت 80 رو این نرم افزار اشغال کرده و اگر با مرورگرمون صفحه لوکال هاست رو باز بکنیم به داشبورد ومپ وصل میشه و پورت 8 توسط این نرم افزار اشغال شده ما حالا میریم زمپ رو باز بکنیم ببینیم میشه استارتش کرد یا نه سرور پچی رو استارت میکنیم همونطور که مشاهده میکنید ارور داد که وصل نمیتونه بشه به سرور و در واقع مشکلی هستش که ایجاد شده خب ما چند تا راه داریم یکی این که نرم افزار ومپ رو کلا غیر فعال کنیم و بعد بیایم استارت بکنیم راه حل بعدیمون اینه که دکمه کانفیگ رو بزنیم گزینه اول پچی داخل پرانتز httpd.conf روی اون کلیک میکنیم اینجا باید به دنبال عدد هشتاد بگردیم خب ما در این دو قسمت هشتاد رو هشتاد یک میکنیم قسمت بعدی که پورت هشتاد قرار داده شده اینجا هست این هم. 81 هشتاد یک میکنیم و خب تمام شد این فایل نوتپدی که باز کردیم و در اون پورت رو تغییر دادیم میبندیم سیو میکنیم دوباره استارت میکنیم مشاهده میکنید که سرور اپچی به درستی وصل شد و میتونیم از اون استفاده بکنیم و پورت 81 هست که وصل است. خب در حال حاضر ما پورت رو تغییر دادیم و سرویس اپچیمون فعال شد ولی خب اگر باز ادمین رو بزنیم وصل میشه به لوکال هاست ومپ سرور چون زودتر از زمپ ما رو اندازیش کردیم و قبل از اون بوده برای اینکه بتونیم از زمپمون استفاده بکنیم اینجا ما میتونیم بعد از لوکال هاست یه دش بزنیم تایپ میکنیم داشبورد و بعد از اون index.html رو بزنیم که خب وصل میشه به لوکال هاست زمپمون و میتونیم وارد قسمت مختلفی که داره بشیم خب این کار معمولا اصولی نیست و بهتره به صورت کلی دیگر برنامه ای که سرور لوکال و لوکال هاست برامون رو اندازی میکنه غیر فعال کنیم و پیشنهاد نمیشه که این کار رو انجام بدیم و ما هم صرفا برای اینکه به شما توضیح بدیم به چه صورتی پورت قابل تنظیم هست این مورد رو انجام دادیم